بحثمون رو در مورد طولبار ادامه میدیم من این دو تا قسمت رو در انتهای تدریسمون خدمتتون میگم الان به این چند تا ابزار میپردازیم این ابزاری که شما اینجا بینید تیخ هست کاملا مشخص رو چی کار میکنه تیک تیغ تک روی یه دونه کلیپ فقط کات ایجاد میکنه که اگه خواستید حالا اونها رو وردارید یا هر کار دیگه که دوست داشتید باشون بکنید با و تیغ چند تایی روی تمام اون قسمت کات ایجاد میکنه حالا هر چند تا ترک که باشن هر چند تا تصویری که روی هم باشن به طور مثال من اگه اینا رو بیارم این بالا قرار بدم و ابزار تیغ چند تایی رو انتخاب بکنم شما میبینید که تمام روی تمام اونها یک کات ایجاد میکنه ابزار بعدی دست هست این دستی که شما اینجا میبینید میتونه روی یک کلیپ وقتی ببرینش و جابجا جا بکنید توی تامنیلش نیلش به شما یه پریویو بده ابزار بعدی دست معمولیه که شما میتونید باش توی تایملاینتون جابجا بشید و زوم و زوم آوت اما این قسمت دو تا ابزار فوق العاده جالب داریم که فقط روی کلیپ کار میکنن نه روی تایملاین ابزار این دو تا قسمت ابزارهاش روی تایملاین کار میکردن اگر شما روی کلیپ دابل کلیک بکنید تمام طور که میبینید اینجا واز میشه و حالا میتونید شما با زدن ایمیج پلاس وای فریم از این ابزارها استفاده بکنید ابزار اول کراپ هست یا برش اگر بخواید اینجا یه مقدار از تصویر رو ببرید مذارات خب ببخشید و اگر بخواید لبه هاش رو کوتاه بکنید این ابزار رو به لبه میارید و به سمت داخل کلیپ میکشید و اینطوری میتونید تصویر رو کراپ کنید و ببرید درسته که این ابزار خیلی شبیه ابزار کراپ توی فتوشاپ اما مثل اون نیست که با کشیدن یه مارکی شما در واقع با کشیدن یه مربع برش ایجاد بکنید اینجا شما روی لبه ها باید بیاید و با کلیک بکنید و درگ بکنید ابزار بعدی دیستورت و انکر پوینت هست اگر شما بیایید روی هر کدوم از این نقطه ها توی چهار گوشه یا این تصویر اجازه بدید من فیتوال رو بزنم یه مقدار شاید کوچیک ترش بکنم بهتر باشه اگر شما روی این چهار تا گوشه تصویر بیاد میتونید تصویر رو دیستورت بکنید یعنی میتونید تصویر رو دفورمه بکنید و اگر دوست داشتید اون فرم و پرسپکتیوی رو بهش بدید که خودتون دوست دارید این ابزار یه کاربرد دیگه هم داره که انکور پوینت شما رو میتونه جا جابجا بکنه اجازه بدید من کراپ هم رو ریست بکنم بعد کلیپ هم روش دابل کلیک بکنم موشن و کراپ و دیستورت رو هم من ریست میکنم همونطور که توی قسمت موشن خدمتون گفتم اگر شما تصویرتون رو بخواید بچرخونید یا کوچیک و بزرگ بکنید از این محور این اتفاق انجام میشه که با ابزار دیستورتتون میتونید محور چرخش با کلیک کردن توی وسط تصویر و درگ کردن به اون نقطه ای که میخواید مثلا من الان میخوام تصویرم از سر این لامپ به صورت چرخشی به چرخه یا بزرگ و کوچیک بشه اگر ابزار انتخاب رو دوباره سلکت بکنم و بیام اینجا و بچرخم تصویر رو شما می‌بینید که محور تغییرات من اینجاست یا اگر کوچیک و بزرگش بکنم باز هم قابل تشخیص هست این تغییر